حضرت ایوب را میشناسی؟ میشناسی؟ حضرت ایوب نبی با اون همه درد، با اون همه رنج، در عالم فقر از شهر بیرون شده بود، هیچ چیز نداشت. اون 18 سال در بعضی روایت 9 سال و در بعضی روایت 7 سال در بعضی روایت به مریضی بسیار خطرناک گرفتار بود، ولی چنان آرامش داشت، چنان راحت بود. چرا که ارتباطش با کی برقرار بود؟ الله. یک روز چه رقم با پروردگار خود نجوا می کند، چه قسم با پروردگار خود تعامل و رفتار دارد. میگه بسم الله الرحمن الرحیم و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یاد کن در این کتاب که قرآن است ایوب نبی را، ایوب نبی را یاد کن. آن زمانی که خدای خود را فرا خواند، آن زمانی که به پروردگار خود نجوا کرد، گفت پروردگارا انی مسنی ضر، به من آسیب رسیده، به من ضرر رسیده، و انت ارحم الراحمین، خدایا تو مهربان ترین مهربانان هستی. در وقت درد و رنج، در وقت مصیبت، در وقتی که درد ما را فشار میده، چقدر کفرگویی که نمی کنیم، چی که از زبان ما کنده نمی شود. ولی حضرت ایوب 7 سال، 9 سال، 18 سال با بسیار سختی گرفتار است، ولی با چقدر زیبایی و آرامش با دنیای از سکون به پروردگارش میگه خدایا به ایوب بنده ضرر رسیده و تو ارحم الراحمین هستی، تو ارحم الراحمین هستی. الله چه میگه؟ فکشفنا له و نجیناه من الغم. ما اون مرض را از بدن ایوب دور کردیم، غمایش هم از غمها نجات دادیم بره. اینه کی داد میدن؟ نجات کی داد؟ خدای ایوب مگر خدای دیگری هست؟ خدای ایوب مگر مرده است؟ خدای ایوب مگر خوابش برده؟ خدای ایوب مگر ناتوان شده؟ خدای ایوب مگر گنجاهایش خلاص شده است؟ خدای ایوب مگر دریای رحمتش تمام شده است؟ نه عزیز من، خدای ایوب هر لحظه از این فراز منابر و از این فراز مناره ها هر روز آوازش بلند است، الله اکبر الله اکبر. الله میگه من زنده هستم، ناتوانم نیستم، ضعیفم نشده، گنج هایم هم تمام نشده، دریای رحمتم قدرش کم نشده است، فقط بنده انبیا. از یونس شنیدین؟ یونس نبی ارتباطش با پروردگارش برقرار است، ولی یک روز یک خطا میکند. ما و تو هم خطا کردیم، اشتباه میکنیم، خطاهای ما که خیلی بزرگ بزرگ است، ولی حضرت یونس فقط خطایش نیست که بدون اجازه قوم خود را ترک کرد و رفت، بدون اجازه قوم خود را ترک کرد و رفت. الله رب العزت و الجلال این پیامبر نازدانه اش را به شکم ماهی محبوس کرد، به شکم ماهی زندانی کرد. تو چی فکر میکنی؟ خدایی که میتواند. بسیاری ها چی میگن؟ جناب مولانا این مشکل من ناممکن شده، بخیر این مشکل من امکان ندارد حل شود، اصلا باور ندارد که خدای با قدرت و عظمت و وجود دارد، چون در سرزمین دل فرمان روای به نام الله توانا را اجازه ندادیم که ضعیف شدیم، فکر ما ضعیف شده، اندیشه ما ضعیف شده. میگه ممکن نیست، چگونه میشود؟ نمیشود مشکل من حل شود. خدایی که میتواند یونس را در شکم ماهی زنده نگه بدارد، خدایی که میتواند آتش نمرود که باید میسوختان ولی حضرت ابراهیم را برایش گلستان میشود، خدایی که دستور به کار داده همیشه ببر ولی وقتی به گلون اسماعیل گذاشته میشود خدا میگوید نبر، کار نمیتواند ببرد. پس اون خدا هنوز زنده است، هنوز با قدرت و اقتدارش هست. حضرت یونس را داخل شکم ماهی حبس میکند، به زندانی میکند. حضرت یونس میبیند که کل درها بسته شد، نه زنی هست، نه پسری هست، نه مادری هست، نه قومی هست، نه کمک کننده هست. ماهی هم در قعر دریا رفته، ماهی بزرگی در قعر دریا رفته. حضرت یونس متوجه شد که یک دری وجود دارد، او دری که همیشه خدا در اون در قرار داشت، او دری که همیشه پروردگار وارد اون در می شد. متوجه همین دریچه شد، صدا زد،
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. در سه تا ظلمت، ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت شکم ماهی، تاریکی های سیگانه، حضرت ایوب از درون اون قعر دریا، از درون شکم ماهی صدا میزند: پروردگارا، یونس پیامبرت، یونس بندهت خطا کرده، خدایا تو پاکی، تو با عظمت هستی، خدایا به داد حضرت یونس برس. وقتی این صدا رو یونس بلند میکنه، چون ارتباط یونس با کی برقرار است؟ الله. در همین لحظه پروردگار چه میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما اجابت کردیم خواست حضرت یونس را، ما دعایش را پذیرفتیم و اون را از غمها نجات دادیم. و الله چه می فرماید؟ تنها به انبیانه و کذالک ننجی المؤمنین، خدای بنده های نیکوکار و بنده های مؤمن خود را این گونه از غمها نجات می دهد. بیاییم عزیز ما به سمت خدا بریم، بیاییم جوان عزیز، من چور این همه عنوان را روی همین ها می دهم و خاطر که من تلاش می کنم روی دل تو کار کنم، من تلاش می کنم نمازهایی که دل بیدار نباشد به درد نمی خورد، تقوایی که دل بیدار نداشته باشد فقط ظاهرا متقی باشی این به درد نمی خورد. باید دلت آگاه شود، باید دلت مرکز و مأوای رب العزت و الجلال شود، و الا مشکلت حل نمی شود.